Airbnb خوش اومدید. بچه‌ها همه اولش یک ثانیه طول میکشه تا این دکمه سابسکرایب رو بزنید. بعد بریم بزنید چون 68% افراد کانالمون رو سابسکرایب نکردن. خیلی بده. خیلی ناراحتم میکنه. نمیذاره شبو بخوابم. امروز قراره با چند تا فنگی مثل خودم یه دونه تست معما بدید. تست هوشی ما. تست هوش. تست ما. معماهای تست هوشی بدیم. امیدوارم که بتونم این تست رو درست انجام بدم، همینطور که میبینید. در این ویدیو قصد داریم که حسابی از مغزتون کار بکشیم. کار از چیزی کار بکشی که وجود نداره چطوری؟ 4 گلابی در این سبد وجود دارد و 4 نفر در اتاق حضور دارند. هر کدام از آنها یکی از گلابی ها را بر می دارد، اما در انتها یک گلابی در سبد باقی می ماند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ به تصویر توجه کنید و سوال ما رو دوباره برای خودتون تکرار کنید. چی شد بچه؟ آقا میگه 4 گلابی توی سبده، بعد اینجا یه دونه گلابی هم بیرونه، یعنی در مجموع 5 داریم. بعد هر کدوم نفر یه دونه برمی‌داره. خب یه نفر بیرونی ها برداشته، 3 نفر دیگه از داخل. خب یه دونه داخلش میمونه دیگه. من همون رو گفتم دیگه. نه باشه مهدی، مدال رو دادیم به تو. نه تو گفتی اگه گربه سوار خر بشه اسب میتونه با سرعت 50 کیلومتر اندازه شترمرغ بدوه. بعدی خوبی جل زده بودن تا حالت طبیعی نبودن. نفر آخر گلابی آخر را همراه با سبد برداشته. بی فانوس چی؟ بیا با پشمان بازی کن. بیا مرسی. فرض کنید در یک مسابقه دوی سرعت شرکت کرد. سبقت حالا نفر الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکر. فرض کنید در یک مسابقه دوی سرعت شرکت کردید. شما از نفر دوم سبقت میگیرید. حالا نفر دوم خب برو سوال بعدی. نفر دوم گم شو بعدی؟ از نفر دوم سبقت میگیری میشه نفری اول دیگه. به آخر شل مغز تو جای اونو پر میکنی. شل مغز. اگه شما توی همون مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید، نفر چندم میشی؟ یکی مونده با آخر. حالا بس، حالا بس من جواب میگم. خب از نفر آخر نمیتونی سبقت بگیری، مگر اینکه خودت نفر آخر باشی. بزن حالا ببین جوابش. وای هادی تو دیگه کی هستی؟ آه من پروفسور سمیه بودم. نو منو اینجوری نبینید. اگه جواب شما این باشه که شما نفر یکی مونده با آخر هستید، سخت در اشتباهید. بگید ببینم شما چطوری میتونید از نفر آخر سبقت بگیرید. اگه شما از نفر آخر عقب‌تر باشید، خب شما نفر آخرید. عدد 1000 رو فرض کنید، 40 رو به اون اضافه کنید، حاصل رو با 1000 دیگه جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید. یه لحظه نه اصلا یه لحظه واسه بیان فکر کنم برای شما. یه لحظه این خیلی چیزی که من میخوام بگم یه چیز دیگه. عدد 1000 رو فرض کنید، 40 رو به اون اضافه کنید، حاصل رو با 1000 دیگه جمع کنید. عدد 30 رو به جواب اضافه کنید، دوباره با 1000 دیگه جمع کنید. حالا 20 دیگه به حاصل جمع اضافه کنید و در آخر 1000 دیگه جمع کنید و نهایتاً 10 دیگه به حاصل اضافه کنید. حاصل جمع چقدر میشه؟ 4460. حالا میشه بگی اون از کجا آوردی؟ والا اینجوری که این گفت من توی مغزم هی حساب کردم 4460 میومد برام. میدونم که خیلیاتون به عدد 5000 رسیدید، اما جواب درست 4100. ماشین حسابم چقدر قویه. ماشین حساب من ری. پدر ماری 5 دختر داره. خب مانا چه خبره؟ ماش جوجه کشیه. بابا بذار ببینیم سوال چیه. عجب میگی چقدر؟ میگی جوجه کشیه. گوش کن کلومبه بوده اینجوری تلوب 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 این پشت داره. چه خبره؟ 5 دختر داره. لانا، ننه، نینی و نونو. حالا اسم پنجمین دختر چیه؟ ماری دیگه بی فانوس. اسم دختر پنجم ماری هستش. راننده یک اتوبوس برقی هستی. در ایستگاه اول
6 نفر وارد اتوبوس میشن. در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون میرن و 5 نفر دیگه وارد اتوبوس میشن. به نظر شما راننده چند سالشه؟ چه ربطی داره؟ بگو. اول جواب منو میگم. مدی جوابتو میدونی بگو. خب چیه؟ نه بابا. بیا از اول من نشینم اصلا. فرض کنید راننده یک اتوبوس برقی هستید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس میشن. در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون میرن و 5 نفر دیگه وارد اتوبوس میشن. به نظر شما راننده چند سالشه؟ بچه‌ها فکر کنم راننده ای وجود نداره چون گفت اتوبوس برق. خب مهدی جوابه. تو بی فانوسی جواب من اسم میری. سن راننده تعداد دفعاتیه که دور خورشید چرخیده. نون ماس. سس ماس. جوابو بذارید بگم با پروفسور صمیمی شدم بابا چقدر خوبم. میگه فکر کن خودت راننده ای. من الان 17 سالمه. راننده می راننده اتوبوس همسن شما باید باشه. چون اگه یادتون باشه سوال این بود، تصور کنید که راننده یه اتوبوس هستید. پس جواب این سوال میشه سن خود شما. نمیخوام اینو باور کنم که همه سوالامونو هادی داره جواب میده. بچه به خودتون بیاین. هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکته و در مرز این دو سقوط میکنه. بازمانده ها رو کجا دفن میکنن؟ مسلمن ایران. وطنم این شکوه پا در جا. اول از همه شما سوالو فهمیدین دیگه. گفت سقوط میکنه نگفت که مرد. اگه بمیرن هر کی تو ملیت خودش. حاجی گفته بازمانده ها رو کجا دفن میکنن؟ خب بازمانده رو کدوم احمقی دفن میکنه؟ اونو زندن. ای کسافت ده. ای کسافت. من آمده ام وای وای من آمده ام درخواست کنم رباتو از میتی در بیار. چه رباتی؟ ربات آهنگ خون امیر دفر بگو بینم چرا پچر این چه به بر. رفتین کوهنوردی و روزتون نبوده و توی یک غار گم شدید. مشکل اینه که اولین بار پا تو این غار میذارید و اصلا نمیدونید کدوم سمت برید و به محض اینکه تصمیم دارید از راهی که اومدید برگردید، میبینید تونلی که از اون به داخل غار اومدید سنگ‌ها سقوط و مسدودش کردند. بعد از گشتن داخل غار متوجه 5 راه خروج میشید. هر کدوم از اونا میتونن باعث خروجتون از این غار مخوف بشن، اما هر کدومشون خطرات خاص خودشون رو دارن. تو راه خروج اول زمین لغزه ازتون استقبال میکنه و تونل بلا فاصله فرو میریزه. گاز سمی راه خروج شماره 2 رو پر میکنه. واسه حیوانات خیلی سمیه. سگتون رو با خودتون آوردید؟ راه خروج سوم خونه خفاش های بزرگ خوناشامه. اگه یکی از این هیولاها گازتون بگیره به یک بیماری کشنده آلوده میشید. کرونا! از میشید. این راه پر از گدازه های داغ آتشینه که آماده است شما را در عرض چند ثانیه بخار کنه. گیاهان رادیواکتیو در راه خروج شماره 5 رشد می کنند. این گیاهان دوزهای عظیمی از مواد رادیواکتیو ساطع می کنند که فوراً می کشند. خب برای من حاضرم کلن از غار نرم بیرون. به جای اینکه بخوایم از غار بیایم بیرون، همونجا یه فوش خار مادری به این سازنده معما بدیم. چه سوالات مزخرفی. ریدن تو رادیو من این گازهای سمی رو انتخاب میکنم. میدونی چرا؟ چون آدم تو بینیشو یه لحظه بگیره بره. اگه هم سگ داشتم میتونم بینی سگ من بگیرم برم. من با دوست داریم این تک میای جمع دارم رو بر ندید. نه هادی آقا جواب من اینه که این یارو هاپوشو از این زمین لغزه بفرسته. چهار اصلا چهار چیه مشکلش؟ میگه چهار چه نور خوبی داره. آها آها من میگم چهار قرار بود آتیش بگیره بخار بشه. آ بخار بشین بخار. من دو رو از این 5 تا یکیش از این 5 تا یکیش. What the fuck. در واقع همه راههای خروج منجر به کشته شدنتون میشه. همه به جز یکی، تونل پر از گاز سمی. خب چطور؟ شما باید خیلی دقت کرده باشید تا بفهمید گاز فقط حیوانات رو میکشه. شما که حیوان نیستید. یه لحظه، من الان باید به شدت پوکر فیس به دوربین نگاه کنم. خب بچه ویدیو امروزمون به پایان رسید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من که خیلی خوشم اومد. چرا؟ چون به خنگی خودم برای بار دوم ایمان آوردم. بچه حتما یادتون نره که برامون کامنت بذارین، چون نظرتتون خیلی برای من مهمه. و یادتون نره که خیلی دوستتون داریم، خیلی ممنونتونیم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. هادی هادی یه بار میای ساعت 3 شب بریم بیشتر رو؟ آره من ببین مدی من پایم. ببین از من خرتر باز خود خره.
که بازم منم میشم همین خود من دیگه.